بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل در خدمت دوست دیگری هستیم که در این همایش رهایی باشون آشنا شدیم، جناب آقای امیری که زحمت فراوانی در این همایش کشیدن برای اجرای این برنامه، چونشون مقیم فرانسه هستند. بار سنگینی از این اجتماعات گرفتن و مجوز و سالن و تمام این برنامه ها به دوش ایشون بود. سپاسگزارم اول از همه به خاطر تمام زحمات چند روزتون و دوم این که میخوام ببینم که این همه زحمت که کشیدین و بچه هایی که از سراسر جهان اینجا گرد هم اومدیم، فکر میکنین چه انعکاسی داشتین برنامه؟ با درود به بانو پریسای نازنین و همچنین دوست عزیزمون آقای کامران و دیگر دوستانی که از اسرائیل این زحمت به خودشون دادن اومدن جا، اگه اجازه بدید من پاسخ شما رو با یک شعر از حافظ بدم. بله، خوشحال میشم. ایران کشور مملکت فرهنگ شعر و شاعریه. دوستان، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. من خبری که میتونم بدم از این همایش، ما 42 سال خودمون علیه همدیگه بودیم، مخالف همدیگه بودیم. این همایش به ما این اجازه را داد به هم نزدیک بشیم و امروزه و شاید یه بخشی از فردا تمام ایرانیان خارج از کشور یک صدا خواهند گفت نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی. دوستان جوان ما، برادران ما، فرزندان ما، خواهران ما هم که در ایران هستن جان فشانی میکنن. من از سهم خودم واقعا خیلی خیلی غمگینم که نمیتونم در بین شما باشم، ولی خب یه ادام باید پشت جبهه باشم و صدای شما رو به دنیا برسونم. ما سعی میکنیم این کار را بکنیم با دوستان دیگرمون. بالاخره ما هم نزدیک به 8 میلیون یا 9 میلیون ایرانی در سراسر جهان هستیم و اطمینان داشته باشید در پشت شما هستیم و من امیدوارم، واقعا از ته دل امیدوارم به زودی در ایران در همه شهرها جشن و شادی برپا میکنیم. دوستان کوتاه نیایید، آخرشه. هر چیزی، هر خشمی، هر تندی، هر کشتار یه پایان داره و پایان کشتار جمهوری اسلامی همین امروز فرداست. فقط کمی پشتکار باید، کمی استقامت باید. ما به زودی هم دیگر را در میهن خودمون میبینیم. من به این اطمینان دارم. خواهش میکنم شما هم باور داشته باشید. ما حق داریم. ما برنده خواهیم شد. ما پیروز خواهیم شد. چون ما میخواهیم پیروز باشیم. سپاس از شما. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید جناب آقای امیری و باز هم سپاسگزارم از تمام زحماتی که در این چند روزه کشید. خواهش میکنم. من یک بخش از وظیفه، من شاید باید خیلی بیش از این انجام میدارم، ولی من خوشحال میشم که ببینم هم میهنانم در هر کجای دنیا که هستن به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن، برای با آبادی ایرانشون زحمت میکشن، هزینه میذارن، هزینه مالی، جانی، از سلامتی خودشون، از وقت خودشون. و این یک ندای خوب، یک پیغام خوب نشون میده ما همه با هم هستیم و ما همه با هم پیروز میشویم. و باز یک بار دیگه تکرار بکنم شعر آغاز گفتارم: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و اون روز دیر نیست، میتونه فردا باشه، پس فردا، ولی اطمینان داشته باشید به ماه شهریور نمیرسه. قبل از شهریور ما همه در خانه های خودمونیم با آرامش. بازم برای همه شما آرزوی پیروزی میکنم، با شما هستیم. و سپاس بازم از رادیو تلویزیون پارسی اسرائیل و درود بر همه شهروندان اسرائیل از هر کجای دنیا که میان. من تا اونجایی که تاریخ خوندم، ما همیشه دو ملتی بودیم، ملت اسرائیل و ملت ایران، حالا به هر اسمی که در هر موقع خونده میشه، همیشه دوست و یار و یاور همدیگه بودیم و امروز هم همینه. ما باز همدیگه رو پیدا خواهیم کرد. و سپاس بازم از
نمیدونم چی بگم واقعا دیگه دلم خیلی جدا سپاس خانم فریسا سپاس از کامران نازنین سپاس دوستان عزیزی که با ما همراه هستید برمیگردیم تا دقایقی دیگه الان همه بچه ها دارن وسایلشون جمع میکنن که هر کسی به شهر و کشور خودش برگرده دقایق پایانی این همایشه و بریم ببینیم که دوستان دیگری رو برای مصاحبه میتونیم داشته باشیم یا خیر برمیگردیم.